در ادامه گزارش‌های فرهنگی و هنری، از تاج امپراتور روسیه نسخه دیگری به ارزش میلیاردها روبل ساخته شده که همکنون در نمایشگاهی به نام گنجینه روسیه در یکاترینبورگ به نمایش گذاشته شده. این تاج که شامل دو نیمکره پرنگین است، نماد دو بخش غرب و شرق بخش اروپایی و آسیای امپراتوری روسیه است. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته رستگار می‌بینیم. این تاج که نسخه دیگری از تاج امپراتوری روسیه است، از روی تاجی ساخته شده که کاترین کبیر در سال 1762 گذاشت و تا زمان نیکولاس دوم آخرین تزار روسیه در مراسم تاجگذاری استفاده می‌شد. تاج اصلی نماد قدرت و شکوه امپراتوری روسیه بود و تاج شبیه سازی شده در سال 2012 توسط جواهرسازان شهر سمولنسک روسیه و به مناسبت 250مین سالگرد ساخت تاج سلطنتی درست شده است. به گفته کارشناسان جواهر، این کار هنری از جنبه‌های مختلف همچون تاریخ جواهرات و تاریخ سلطنتی از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است. البته تاج شبیه سازی شده دقیقا مثل اصل نیست و در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد. اولین تفاوت این تاج با تاج اصلی در کیفیت اونه. اون روزها الماس‌ها به این روش برش داده نمی‌شد، چون تکنولوژی لیزر نبود که بشه الماس‌ها رو با این ظرافت و دقت و تمیزی برش داد. به گفته این کارشناسان جواهر، برای ساخت این تاج که 6 ماه زمان برده، 11213 قطعه الماس گرد که دو برابر اندازه الماس‌های واقعی است استفاده شده است. وزن تاج شبیه سازی شده 2169 گرم است، در حالی که تاج اصلی 1993 گرم است. مواد ساخته شده این تاج که توسط بیش از 60 نفر ساخته شده نیز با تاج اصلی فرق می کند و به جای نقره از طلای سفید برای ساخت آن استفاده کردم. کار سختی بود و به همکاری گروهی نیاز داشت و اگر قرار بود فقط یک نفر این تاج رو بسازه باید 20 سال روش کار می کرد. به جز 54 دانه مروارید اصل، همه اجزای دیگر این تاج در روسیه تهیه شده است. در حالی که تاج اصلی در وزارت خزانه داری روسیه نگهداری می شود، این تاج شبیه سازی شده بعد از ساخت علاوه بر 30 شهر روسیه، در دیگر کشورها همچون آمریکا، بلژیک و هنگ کنگ نیز به نمایش گذاشته شده است. البته هنوز مقصد بعدی آن مشخص نیست. فرشته رستگار، صدای آمریکا.